مریان سی کوپر و ارنست شوتساک و خانم مارگارت هریسون در سال 1302 هجری شمسی به ایران سفر کردند تا از پیکار واقعی قدرتمندترین ایل کوچروی ایران علیه نیروی طبیعت فیلم ماندگار علف را بسازند. کوپر در خاطراتش نوشته است که قصد او از تهیه این فیلم استفاده از صنعت سینما در آموزش جغرافیای انسانی است و نمایاندن اهمیت روزافزونی که سینما توانسته است در این رشته کسب کند. کوپر و گروهش در اواخر فروردین 1302 شمسی به اردوی هیدرخان کلانتر طایفه بامدی از ایل هفت لنگ بختیاری ملحق می شوند. و به همراه این تایفه از قلمرو قشلاقی آنها واقع در منطقه جهانگیری خوزستان کوچ می کنند. و پس از چهل روز سفر و طی مسافتی حدود چهارصد کیلومتر در قلم روی لاغی تایفه بامدی در ارتفاعات زردکو به سفر خود پایان می دهند. پس از هفت روز به ساحل رودخانه کارون رسیدیم گذشتن از رودخانه واقعا جنگ بزرگی است که نبردی بزرگتر از آن با طبیعت در تصور نمی گنجد. فقط فکرش را بکنید رودخانه کارون در این نقطه یک کیلومتر پهنا دارد نه پلی در کار است نه قایقی در یک طرف رودخانه پنجاه هزار ایلیاتی با بار و بنه و قریب نیم میلیون چارپایانشان قرار دارند تعداد بیشماری زن و بچه و نوزاد در میانشان است حیوانات هم در این فصل بچه دارند و همه ای موجودات باید به سرعت و بدون قایق از این آبهای خطرناک بگذرند. همان گونه که هر نبردی قربانیانی دارد، مبارزه اشایر هم بدون تلفات نبود. هر روز تعدادی گوسفند و دامهای دیگر را آب در خود فرو می برد. در این سوی ساحل، چراگاه ها از رویدنی تویی شده و چاره نیست جز آنکه از آب گذشت و به چراگاه هایی پوشتی از علف و خوراک رسید این است ما مای زندگی این مردم مردان بختیاری برای دستیابی به لفظارهای های آنسوی زردکو در حالی که بخشی از مسیر را برف یخزد پوشانده است میوای اسپا با بیل راهی برای عبور خانوارها و دامهایشان بکشایند دلیل عمده کوچ اشایر بختیاری به نظر کوپر جستجوی علف است. هر سال دو بار طبیعت اشایر را مجبور می کند که کوهستان ها را در و از رودخانه ها بگذرند تا به چراگاه های حیات بخش برسند و این داستان قرون متمادی است که پیوسته تکرار می شود.